آقای عراقی، آقای فربود، آقای روحام کریمی، آقای مستدام. آقای ظهوریان نیستن داخل کلاس. آقای علی بخشی. پسرای گلم همه دستاشون رو سریع بندازن پایین. خب آقای علی بخشی هم هستن. صدرا عهدی هم هست. خیلی خب. آقای بنیامین علی پور. آقای علی پور نیستن داخل کلاس و آقای هیراد ظهوریان. خب پسرای عزیزم خسته نباشین. خب میریم سر درس علوم و بعدش که وقت بشه ما ریاضی رو هم انجام بدیم. بچه قسمت علوم بذاریم ببینم از آقای اسقرنیا. بیا پسرم. آقای اسقرنیا بیاد. آقای نیکان بیاد. سلام. آقای نیکان دستت بالا پسرم. آقای نیکان بیاد. خب امیر حسین، ما دفعه پیش در مورد چی صحبت کردیم؟ خانم معلم یه بار دیگه به این تصویر میدی؟ بله امیر حسین، دفعه پیش در مورد چی صحبت کردیم؟ تصویرم نمیاد خانم معلم. خب فقط صدا داری، صدات بذار باشه. پس آقای محمد تاها هم بیاد. در مورد چیا صحبت کردیم؟ که تو خونتون گشته بودین، دیده بودین که چه چیزایی دارین که از این جنسه. نیکان در مورد چی صحبت کردیم؟ سنگ. سنگ ها. درست امیر حسین؟ بله. خب محمد ها چرا نمیای؟ چرا تصویر نداری؟ تصویرم دادم پسرم. ببین یه بار دیگه به تصویر میدم. بچه بذارید خودم قیقشم. ببینم محمد تاها میاد. بله محمد تاها وارد میشود. من هم میایم. خب الان ما الان دیگه نیکان نمیتونم به تصویر بدم چون سه تا تصویر اینجا هست پسرم. خب نیکان به من بگه که ما سنگ ها رو کجاها میبینیم؟ توی جنگل ها. آفرین. توی کوها. کوها. امیر حسین کجاها دیگه میبینیم؟ بیابانا. کف دریاها. آها. توی بیابون ها. محمد تا کجا میبینیم؟ بول. زیر پامون. زیر پامون. خیلی خوب به من بگید ببینم که آیا سنگ ها آقای نیکان شکل های مختلف دارن؟ نه. ندارن؟ نه. محمد ها شکل های مختلف دارن سنگ ها؟ دارن. بله دارن. نیکان شکل های مختلف دارن، بعضیشون کوچیکن، بعضیشون بزرگن، بعضیشون شکلاشون کلا سنگا رو کنار هم بذاری شبیه هم خیلی کم پیش میاد که باشن. خب امیر حسین به من بگو سنگ ها رنگ همن؟ همه سنگ ها یه رنگن؟ نه همه رنگ ممکنه باشه. چه رنگ های مثلا؟ رنگ آفرین. نیکان به من بگه که آیا همه سنگ ها یه وزن دارن؟ یعنی همشون سبکن یا همشون سنگینن؟ چجوری هن؟ بله مثل هم... یعنی وزنهای مختلف ده؟ بله. آقای علی پور اومد. آقای هیراد ظهوریان هم اومدن. دستشون لطفا بالا. خب مرسی بچه از شما. مرسی آقای مرسی ظهوریان که دستتو گرفتی بالا. خب
خب آقای زوریان دیدم اومدی پسرم. آقای سفری شاهی بیاد، آقای رضا حنیفی بیاد، آقای فربد جباری بیاد. خب یکیتون احتمالا نتونه بیاد، صدا تو داشته باشم. فربد، فربد صدات وصله الان؟ بله. خیلی خب، آره تصویر چون من میخوام باشم، دو تا تصویر بیشتر اینجا دیگه نمیتونم بدم. خب به من بگو رضا، از سنگ ها چه استفاده ای میکنن؟ ساختمون میسازم، مجسمه میسازم. امیرحسین سفری شاهی بقیهشو بگه دیگه چیا میسازن؟ ازش زمین خانه رو درست میکنن، و از خانه استفاده میکنن که میخوان درست کنن. خب فربد بگه از سنگ ها چه استفاده هایی میکنن؟ فربد سنگ پا بعدش دیوارای سنگی، درسته؟ بچه یه سنگ هایی گفتیم که تو جواهرات استفاده میشه، چیا بود؟ سنگ های قیمتی. آفرین، سنگ های قیمتی، سنگ هایی که با ارزش هستن. خب آقای امیرحسین به من بگو که قدیمی ها بیشتر بناها و ساختمون ها رو از چی درست میکردن؟ خب چرا رضا از سنگ استفاده میکردن؟ محکم بود. محکم بود. فربد در برابر چیا مقاومت میکرد سنگ؟ گرما. خب باران دیگه، بگید بچه. باد. آفرین، مرسی از شما ستا، ممنون. چه با مزه است رضا. خیلی خوب بود رضا، یهو از این وسط در اومد. آقای علی بخشی بیاد، آقای آرش که احتمالا فقط صدا داره، آقای پارسا تهرانی بیاد. اومدم. سلام. خب سلام، این از آرش که اومد. آرش کلن غیبه، فقط صدا داره. آره آرش، تصویر ندادید آخه. آخه تصویر نداشتی از صبح که گفتی. پارسا و ابوالفضل. بچه آماده این؟ هر ستاتون گوش میکنید؟ آفرین. آرش به من بگو که چجوری سیمان درست میشد؟ سنگ ها رو میارم تو کارخونه، ازشون سیمان میسازم. آفرین. پارسا از سیمان چه استفاده میکردن؟ میکنن یعنی؟ که ساختمان درست کنم، پول درست کنم. آفرین. ابوالفضل به من بگو که ابوالفضل به من بگه که سنگ ها هم تغییر میکنند؟ نه. ابوالفضل یادت سنگ های رودخانه ای رو نشون دادم؟ تغییرشون بچه ها خیلی طولانی مدته، برای همین گفتیم تو بناها هم استفاده می شده. اول فرضیت سنگ های رودخانه ای؟ بله. گفتم سنگ های رودخانه ای چجوری می شد؟ تغییر می کرد. چه شکلی می شد؟ آرش بگه چجوری می شد؟ مثلا وقتی که مثلا این زلزله می اومد، بعضی جا می افتادن، بعضی جاشون می شکستن. خب آره می شکستن. خب پارسا شما بگو سنگ های رودخونه چه تغییری می کردن بعضی مدت؟ بعدی مدت مگه نگفتیم صاف و گرد می شدن؟ صاف و گرد می شدن. گرد می شدن، دیگه تیزی نداشتن در مسیر آب که قرار می گرفتن. بچه ها تیز، هی سنگا رو هم کشیده می شده، خب رو هم یه غلط می خورده تو مسیر آب، و سنگا سطحشون صاف و دستتو بنداز پارسا جان فعلا پسرم، مرسی. دست چی می شد؟ سنگا
کم کم روشون صاف میشد و چی میشدن؟ گرد میشدن، درسته؟ خب پارسا جانم، من نفتیارش ماشین من از ماشین از با بازی این که چی تو سیمان ها توش میریزن که ازش استفاده میکنن تو خانه سازی دارمش. آفرین به شما، آفرین. خب بچه ها یه لحظه صبر کنین. خب میگم نشون بدی، یه لحظه صبر کنین. خب بچه ها جونم، حالا انسان ها غیر از این که بعضی موقعا بچه ها آب، باران های شدید یا مثلا سنگ تو مسیر رودخونه قرار میگیره تغییر میکنه، انسان ها هم میان سنگ ها رو تغییر میدن. چجوری؟ نگاه کنین ببینیم که چجوری تغییرش میدن. علوم صفحه 6. خب بچه ها اینجا رو خوب نگاه کنین، مدن سنگ ها رو تراش دادن، بعد گذاشتن روی اون ماشین تریلیره رو. ببینیم بچه ها شماره 2، ببینید سنگ ها وقتی که از مثلا جایی که کوه، حالا از کوهایی که سنگ ها اینا میارن، ببینید چقدر بزرگن. بعد یهو مثلا میشن یه مجسمه خوشگل خونه شما، یا میشن نمای یه مسجد، نمای یه ساختمان. بعد میبرنشون کارخانه، یه سری دستگاه ها هست، روی سنگ ها رو صاف میزنن، یعنی یه کاری میکنن که این دستگاه ها روشون صاف بشه که بتونن مثلا روی نمای ساختمان استفاده کنن یا روی کابینت های شما استفاده بکنن. به این صورت صافشون میکنن. اندازه های دلخواهی که میخوان، شماره 5 رو نگاه کنیم بچه ها، شماره 5، صفحه 56 رو همه بیارین. صفحه 5 دسته 10 دایی و 6 یکی رو بیارین. صفحه 5 دسته 10 دایی و 6 یکی. شماره 5 اگر ببینین، سنگ ها رو دارن به اندازه‌های مختلف میذارن، روش رو دارن میسابن که صاف بشه. بعد شماره 6 رو که نگاه کنید، ببینید اون سنگ هایی که اون مدلی بود چقدر سنگ های مرتب در اندازه‌های منظمی شده. و بعد اومدن مثلا در این مسجد چیکار کردن؟ استفاده کردن. بچه ها صفحه بعد هم، صفحه 57، گفته مثلا چند تا کیسه پارچه‌ای باشه، تعدادی سنگ توش بریزین، چند قطعه سنگ سفید، مثلا سنگ سیاه داخل اون بریزین و بعد در اونو ببندین، هی این سنگ ها رو به هم بسابید زیاد زیاد زیاد. بعد وقتی که باز میکنین ممکنه یه خاکی توی این سنگ ها باشه. میخواد بگه سنگ ها تغییر که میکنن، وقتی که خورد خورد میشن به خاک هم تبدیل میشن. خب پارسا اون ماشین تو به من نشون بده. رایان جانم، ببخش من دستم بالا بود. خواهش میکنم پارسا، میخوای ماشین رو نشون بدی؟ بیا سری نشون بده بسرم. بچه ها این فصل کتابتونم تموم شد در مورد سنگ ها. در مورد آبم که صحبت کردیم. فصل جدیدمون میره چه میخواهیم بسازیم که حالا بهتون میگم. میخوام که بهتون میگم چیکار میخواهیم بکنیم. خب پارسا بیا. پس بچه ها سنگ ها رو انسان ها هم تغییرش میدن، غیر از این که آب و هوا و باران و اینا. بعد از مرور زمان چقدر بامزه است، خدای من، مرسی پسرم، تغییر میدن. مرسی عزیزم، تغییر میدن. جانم کیان، تغییر میدن. انسان هم سنگ ها رو که برای کارخونه یه سری تغییرات میده، مثلا بعضی رو تبدیل به سیمان میکنه، بعضی رو تبدیل به سنگ هایی میکنه که در ساختمان ها استفاده میشه. جانم کیان، من چهار تا سنگ دارم. الان رنگمه. رنگ کردیم. آفرین. آره آفرین. بعد سنگ بعدی اینه. آخه چه آبی قشنگی. خب این دوتا سنگ سنگی هم. این دوتا سنگ هم خیلی سبکن. بیارش بالا. آها کوچیک‌ترن، ببینید شکلای مختلف دارن. حالا پسرم خودش اینجا رنگ کرده. خب پسرای عزیزم، مرسی. کیان جان ممنون. ارمیا بله، روحان بله. بچه تصویراتون هم دادم، بعدش میخواییم بریم سراغ ریاضی.
خانم بنایی من سنگار با هم نباید صحبت کنید. من اصلا نمیشنوم که همه با هم صحبت کنن. روحان بگو به سرم داشتی صحبت میکردی بعد ارمیه صحبت. من اینا را توی مهد کودک هم درست کردم. روی سنگ نقش برقه اینا مد و برقه اینا میرونه ماهیه. چقدر قشنگ. آفرین ارمیه جان بگو به سرم. میخواستم بگم با این کامیون من سنگا رو میخوان یه خونه درست کنن، سنگا میگیرن میذارن یه جایی، بعد سنگا تبدیل به یه چیز تراششون میدن، بعد ازشون خونه درست میکنن. آفرین پسرم، آفرین به شما. خب روام جان بگو پسرم. خانم بنایی جانم توی قبلن با سنگا آتیش درست میکردن درست؟ بله یه نوع سنگ بود که باش میزدن اینجوری به هم جرقه میزد آتیش درست میکردن. مرسی پسر گلم، مرسی هستم. پسر گلم کتاب ریاضیتون رو لطفا بیارین صفحه 107. صفحه 107 کتاب ریاضیتون رو لطفا بیارین. خب بچه ها گفته تعداد شکل های هر دسته رو با چوب خط باید نشون بدیم. بچه ها اینجا شاید خیلی مشخص نباشه دسته ها، برای همین ما دسته های دهتایی رو خودمون چکار میکنیم؟ میسازیم. درست شد؟ الان همه این خودکاره رو، شکل اول که خودکاره، ده تاشو جدا کنم و در یک دسته بذارن لطفا. ده تاشو جدا کنن و در یک دسته بذارن. البته بازم مشخصه ولی بذارین حالا اینجا بهتره براتون که به مشکل بر نخوریم. آقای صدرا احدی، نه صدرا یه لحظه بذارین. خب آقای مستدام دستش بالا لطفا. وزیر سالم رو نپرسیدم. سلام عزیزم. خب چند دسته یه دهتایی داریم اینجا؟ دو. شما خودکارا رو اندازه زدی؟ خودکارا رو کشیدی دورش دهتاشو دسته؟ نه الان مگه گفتیم بکشیم؟ نبودی؟ چرا؟ الان دور خودکارا خط کشیدم. خب بچه ها جونم برای اینکه بخوایم چوب خط دهتا رو بکشیم، دو تا پنجتا میشه دهتا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حواستون باشه دو تا چوب خط پنجتا میشه دهتا. حالا گفته چوب خطش رو بکشید، دو تا پنجتا کشیده، چند تا یکی داری مستدام؟ دو تا یکی داریم. دو تا یکی رو هم می نویسیم. خب حالا اگه بخوایم تو جدول ببریمش چند دسته اونو بذار زمین پسرم، من نگفتم کتابتون رو بیاریم بالا. چند دسته یکی داریم؟ بخون عبارتش رو که من بنویسمش. یک دسته دهتایی، دو یکی. بله. خب بچه ها اولیه رو نوشته، فقط شما باید دستش رو درست میکردین. امیر حسین قشنگ میشینی پشت میز و با ما قشنگ پیش میری. بله؟ بله. هر کسی از این به بعد، یعنی من تا الانم این کار رو انجام دادم بچه ها، کسی پشت میز نباشه و حواسش هم جمع نباشه، چه در خوانداری چه در ریاضی و چه در غیره، ستاره خوشخطیش ممکنه نگیره، چون که تمام تو ستاره خوشخطی من همه چی رو در نظر میگیرم، هم خطتون رو، هم نظمتون سر کلاس رو، هم مرتب بودنتون رو، و اینکه امتیاز منفی هم ممکنه بگیرین. یعنی ممکنه که نه 100%. یعنی لیستی که من اینجا دارم بچه ها ببینین،
من مرتب دارم تو اینا علامت میزنم، مثبت، منفی و غیره. حواستون باشه چون تمام اینا رو من اینجا ریز مینویسم. اگر یه وقتی توی جایی توی بازی شرکت نکردین یا اگر ستاره خوشخطی نگرفتین یا یه تشویقی برای بچه‌ها بود، بعضی از بچه‌ها که خودش رو میدونن نگرفتن، اون موقع ناراحتی نمی‌کنن چون کلاس قانون داره حتی به صورت مجازی. و ممنون از بچه‌هایی که به خوبی گوش میکنن حرف معلمشون رو. مرسی. خب آقای قابل بیاد. خیلی خوب. امیر حسین جان، پاکون ها چند تاست پسرم؟ پاکون ها چند دسته؟ بچه ها پاکون ها رو دسته دهتاییش اول مشخص بکنی. 11 تا. خب دسته دهتاییش رو مشخص کنش خم. یه دسته دهتایی و یکی. خب بچه ها میخوام اینه که امیرعلی جان گفت رو من چوب خطش رو بکشم. گفت یک دسته دهتایی، یعنی من باید 10 تا چوب خط بکشم. میگم 1 2 3 4. ای داشتم پنجمیش هم میکشیدم امیرعلی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چند تا یکی گفتی؟ یک. یه دونه بخوام اینجا بنویسم، میگم 1 دسته 10 تایی و 1 1. بنویس عزیزم انجامش بده. وقت انجام دادی بگو پسرم. نوش. مرسی عزیزم، ممنون. آقای رایان، رایان جان بیا پسرم. رایان جان بعدی چیه تصویر بعدیمون؟ مداد. مگه با ما انجام نمیدادی شما هم؟ بله تراش. چند تا ببین، چند تا دسته دهتایی میبینیم؟ 10 2. یه دونه. یک دسته دهتایی میبینی و چند یکی؟ 3 1. خب میکشیمش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چند تا یکی گفتی؟ 3 1. 1 2 3. بخوام بنویسم چی بنویسم؟ یک دسته دهتایی. بله. و 3 1. چی میخونی اینو؟ یک دسته دهتایی. نه عددش، عدد چنده؟ 13. آفرین پسرای گلم، انجام چوب خطش هم بکشین. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کشیدم. کشیدی پسرم، مرسی عزیزم، آفرین. خب نفر بعدی آقای آرشا بابا نژاد، دستش بالا لطفاً. آرشا جان یه لحظه صبر کن. بذارین بچه‌هایی که اون زنگ ریاضیش پاسخی ندادن. ببخشید آرشا جان. فربد دستش بالا لطفاً. مرسی آرشا جان. فربد دستش بالا. فربد مدادا رو برای من توی دسته بکن و ببین چند دسته دهتایی میشه.
خانوم امشه دو دسته دهتایی. دو دسته دهتایی؟ میشماری مدادا رو یه بار؟ یه دسته دهتایی و پنج یکی. مطمئنی؟ سه یکی. نه نه دقت کن فربو جان. یک دسته دهتایی و چهار یکی. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده و چهار یکی. فربود نگاه کن منو به سرم. یک دو سه چهار. خب بخوام بنویسم میشه یک دسته دهتایی و چهار یکی. عددت میشه عدد چند؟ عدد 14. آفرین. بنویسید هم توی جدول ارزش مکانی تو خونه ببریدش هم کنارش عددش رو درست بنویسید بچه ها. نوشتیم؟ بله. میریم بچه ها جونم صفحه 108 کتاب. صفحه 108 کتاب. بذارید ببینم من اینجا. بذارید بچه من یه لحظه این آپلودش کنم. صفحه 108 کتاب. مرسی فربود جان. خب صفحه 108 کتاب رو آقای ارمیا تقی‌پور دستشو بگیره بالا لطفاً. ارمیا دستشو بگیره بالا. مرسی. خب ارمیا دستش بالا. روشن کردم ارمیا جان من اینم بیارم. ارمیا نمیای؟ ارمیا اومدی؟ خب ارمیا دسته دهتایی رو درست کن با این سنجاقه که؟ آره. خب دسته دهتایی تو درست کن ببینم چند تا میشه. منم بیارم اینجا. یه دسته دهتایی و پنج یکی. آفرین. میگم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. چند تا یکی بود؟ پنج تا. یک دو سه چهار پنج شد پونزده. پنج ده پونزده. خب به من بگو ببینم یک دسته دهتایی با پنج یکی و پنج یکی میشه چقدر؟ چی؟ یک دسته دهتایی و پنج یکی میشه چه عددی؟ پونزده. پونه پونه پا پونزده. میگم پونزده. پونه میگی شانزده. پانزده درست شد؟ انجامش بدین. انجامش بدین.
خب آقای بنیامین علیپور، بنیامین علیپور، علیپور خب آقای علیپور انگار نمیتونن بیان. آقای پارسا تهرانی لطفا دستش بالا. پارسا تهرانی، مرسی پارسا. خب میریم سراغ زنبورا. پسرم زنبورا رو دسته بندی کن ببین چند تا دسته ده تاییه. یه دسته ده تایی و و شش شکلی. مرسی. بچه ها نگاه کنین، یک دو سه چهار شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده و شانزده. خب یک دسته ده تایی و شش یکی پارسا چه عددی میشه؟ شانزده. آفرین، انجامش بدیم بچه ها، زنبورا رو هم انجامش بدیم. نوشتم. مرسی، ممنون پارسا جان. خب الله اکبر. بچه ها از اونو گوش میکنیم. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة Love.
خب پسرای گلم، آقای بنیامین علیپور بیاد. بچه ها بعدی ملخ ها هستن، یه دسته دهتاییش رو درست کنین. آقای بنیامین علیپور، سلام. سلام بریم. چقدر عصبانی؟ اینترنتم قطع میشد. اینترنتش قطع میشد بچه و سلاش سر رفت. خب ملخ ها ببین چند دسته دهتاییه. تو دستش بکن. دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده. خب تو دستش کردی؟ خب چند تا یکی داره؟ دسته بکن بعد بگو چند تا یکی داره. دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده. خب چند دسته دهتایی شد؟ یک دسته دهتایی و چند تا یکی؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، هفت تا. آفرین. اینم یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. درسته؟ بله. بله. خب میشه چند؟ میشه یک دسته دهتایی و هفت یکی. میشه چند؟ چه عددی؟ هفته. میشه عدد هفته. هفته. درست شد؟ انجامش بده بسرم. عدد هفته. کیان بیاد. کیان دستش بالا لطفا. کیان جان بعدی این کرما رو دسته بندی کن ببین چند تا دسته دهتایی میشه. دسته بندی یک دهتا رو کردم. یک دسته دهتایی و هشت. آفرین. هشت میشه یه دسته پنجتا و یک ستا. خب میشه عددم چه عددی؟ عددم رو بخون. آقای کیان عدد رو برای من میخونی پسرم؟ عدد رو بخون برای من. عدد چی میشه؟ هجده. عدد هجده. مرسی پسرم. عدد هجده. خیلی خوب بچه جون، ما اینو باید خیلی تو خونه پسرای گلم تمرین بکنن. عددها رو میتونید عددها رو پراکنده روی وایت‌بورد بنویسید. یه دفعه هفته رو بنویسید، یه دفعه پونزه رو، پانزه رو بنویسید و بخواید که اسم اعداد رو به شما بگن. عدد نوزده هم که ما یاد گرفتیم بچه ها ولی دیگه اینجا نبودش. از شما میخوام اون پایین 11 12 13 رو نوشتن. بعد میخوام که شما
تا 19 رو بنویسیم برای من، یعنی 19 رو هم بنویسید. اون قسمت محور رو من هنوز نگفتم، لطفاً اصلا وارد اون قسمت نشید، فقط همون عدد رو بنویسین. و اون تمرینی که گفتم تو خونه بچه ها انجام بدن، از 11 بنویسن تا 19، لطفاً چوب خطهاش هم بکشن، یعنی برای 11 چوب خطش رو بکشن، 12 چوب خطش رو بکشن، هم 11 تا، حالا میتونین مثلا خونه خونه کنین، عدد 11 رو بنویسن، چوب خطش رو جلوش بکشن. این تکلیف ریاضی هستش که باید انجام بدم. تکلیف مشقم، دفتر مشق، بذاری من اینو ببندم. خب دفتر مشق تکلیفش صفحه 50 و بذارید من یه صفحه دیروز آخه حذف کردم. بچه هم میذارم براتون چه صفحه میشه. 49 و فکر میکنم 50 بشه. یکیش بنویس هستش، یکیش هم باید جمله سازی کنید و مرتب بکنید. این دو صفحه رو انجام بدین و ریاضی هم همینی که الان گفتم بچه ها، همینی که الان گفتم و انجام بدید، یعنی عدد 11 تا 12 رو بنویس تا 19 رو بنویسین و بعد چوب خطای هر کدوم رو هم براش بکشید. نمیخوام شکل بکشید عزیزای من، فقط چوب خطش رو بکشید و بعد روانخوانی شماره 19 رو بچه ها تکرار و تمرین داشته باشند تا فردا. فردا آموزش درس جدید داریم. لطفاً فکر میکنم البته همه فرستادن، ولی اگر کسی عکس نوزاد، اون عکسی که گفته بودم رو نفرستاده، حتما برای من تا یک ساعت دیگه بفرسته، چون دیگه من پاورش کنم دیگه. اون عکس پسر گلم که اگر جدا بیاد جدا دیگه داخل کانال، داخل اسکای فردا میذارم. فردا کسی غایب نشه، درسمون خیلی مهمه. و به همین صورت دیگه. آقای محمد ها شعرش رو هنوز حفظ نکرده؟ دستش بالا نیومد، یعنی که هنوز حفظش نکردم. خیلی خوب پسرای گل. آقای هیرات فقط دیکته شاید باشه، مامانتون اومد دیکته رو برای من بفرستین. آقای آرش به همین صورت و آقای همین، بقیه همه فرستادن دیکته ها. بچه ها عالی بود. فقط یه چیزی، بعضی ها علامت سوال رو نذاشته بودن، بعضی ها هم علامت سوال رو گذاشته بودن ولی برعکس گذاشته بودن، انگار زبان انگلیسی نوشته بودن و علامت سوال جلوش گذاشته بودن، یعنی علامت سوال رو برعکس بر من گذاشتن. خب پسرای عزیزم، به خدای مهربان میسپارمتون، دوستتون دارم تا فردا که ببینمتون پر انرژی. ممنون، مرسی عزیزای من.